سلام دوستان عزیز، میخوام یه وبسایت خیلی جالب رو بهتون معرفی بکنم. برای اینکه بفهمیم که وضعیت زندگی ما نسبت به بقیه مردم کره زمین چجوریه، این پروژه در واقع میتونه خیلی جالب و جذاب باشه واسهتون. در واقع یکی از پروژه هایی که سایت گپ مایندر انجام داده، وقتی وارد سایت گپ مایندر میشید، قسمت دالر استریت رو که انتخاب میکنید وارد این وبسایت میشید. ببینید، اینجا در واقع ایده اینه، میگه که فکر کنید که تمام مردم کره زمین دارن توی یه خیابون زندگی میکنن، خیابونی که اسمشو میذاریم خیابان دلار. کسی که هر کسی هم شماره پلاک خونش در واقع درآمد ماهانشه، یعنی کسی که ماهانه 100 دلار در میاره پلاک خونش 100ه، کسی که ماهانه مثلا 10,000 دلار در میاره پلاک خونش 10,000ه. و خب البته بعضی آدما میتونن پلاکای یکسانی داشته باشن دیگه، ولی منظور اینه که به این شکل از پایین ترین عددها در دقیقا سمت چپ این خیابون قرار میگیرن و هرچی میریم جلوتر درآمدها بیشتر میشن. در نقاط مختلف کره زمین رفتن آدمهایی رو پیدا کردن، با روشهای دقیق درآمد ماهانهشون رو محاسبه کردن و از قسمت‌های مختلف زندگیشون عکس برداری کردن و تو این وبسایت گذاشتن. و حالا ما اینجا وقتی که خونه ها رو می‌بینیم، روی هر کدوم از این خونه ها که کلیک کنیم، در واقع این هر خونه ای نشون دهنده یک شخص اونجا. می‌بینید الان اینجا خونه های مختلف رو دارید می‌بینید. ولی 4 تا ستون ما اینجا داریم که هر لحظه 4 تا خونواده به نمایندگی اینجا قرار گرفتن. میبینید دیگه، من رو هر کدوم که میبرم مشخص میشه کدومه. مثلا این یه خانواده است در کشور بوروندی که اینها در ماه 27 دلار درآمدشون، یه خانواده در اردن 249 دلار، مکزیک 898 دلار، فرانسه 19671 دلار. منظور از این درآمد ماهانه ای که اینجا زده چیه؟ ببینید، شیوه های مختلفی برای این موضوع وجود داره. تو ویدیوهای قبلی من میتونید یه مقداری با این موضوع دقیق تر آشنا بشید. اجمالا بگم که منظور اینه، کل درآمدی که اون خانواده در ماه داره رو تقسیم بر تعداد بزرگسالانش میکنن. شیوه های مختلفی هست. شیوه ای که در این پروژه استفاده شده اینه که خب شیوه معقولی هم هست دیگه، به خاطر اینکه بزرگسالان هستن که ما انتظار داریم درآمدی داشته باشن، یا اگر هم درآمدی ندارن، مثلا یک خانم خانه دار هست، خب به هر حال اون تأثیر داره در اینکه مثلا همسرش بتونه بیشتر بیرون کار بکنه. درآمد ماهانه به ازای بزرگسال عددیه که میتونه تصور خوبی در مورد سطح خانواده ها داشته باشه. نکته خیلی خیلی مهم این که همه درآمدها حساب میشه، همه درآمدها، نه فقط درآمدی که مثلا توی فیش حقوقی هست یا بعد از کسورات در فیش حقوقی هست. اینو میگم به خاطر اینکه اشتباهات رایج دوستان و مردم عزیزیه که بعضی وقت ویدیوهای منو میبینن. و نکته بعدی این که این قیمتها بر اساس قدرت خرید، برابری قدرت خرید طبق قیمتها در آمریکا. یعنی مثلا اگر یه نفر در ایران 200 دلار درآمد داره، این 200 دلار رو طبق محاسبات بانک جهانی میگن این برای اینکه ببینیم چقدر میتونی باهاش خرید بکنی، معادل اینه که در مثلا آمریکا تو بتونی 770 دلار خرید بکنی. بر همین اینجا عددی که نشون میده، اگر مثلا برای یه خانواده بنویسه 770 دلار، این داخل ایران منظور 200 دلاره. و البته معنای واقعیش اگر تو بخوای کشورها رو مقایسه بکنی، باید همون 770 رو در نظر بگیری. چرا؟ به خاطر اینکه خب هزینه ها در کشورهای مختلف متفاوته. ما اینجا میخوایم رفاه رو بسنجیم دیگه، میخوایم ببینیم که رفاه آدم ها، چیزایی که میتونن بخرن، اون مواهبی که میتونن ازش بهره مند بشن چجوریه. خب حالا بریم سراغ این در واقع ماتریسی که اینجا مشاهده میکنید. ببینید، این یه نمای کلی از خانواده ها. میبینید که خانواده ای که حدود 30 دلار درآمد ماهانشه، یعنی روزی 1 دلاری، خانواده زیر خط فقر مطلقه. ظاهر زندگیش رو میتونید ببینید. یه پله که میایم بالاتر، اینجا دیگه از خط فقر مطلق خانواده ها عبور کردن
ولی خب همچنان ممکنه که رفاه زیادی در زندگیشون نباشه، یه قدم بالاتر نسبتاً آدم مرفهی حساب میشن، وضعیت مالی بهتری دارن، یه پله بالاتر دیگه افرادی هستن که میتونن بیش از نیازهاشون سرمایه داشته باشن و ممکن اصلا از خیلی از دارایی هاشون دیگه خودشون نتونن استفاده ای بکنن، مثلا سرمایه گذاری میکنن، ممکنه زمین بخرن، خونه بخرن، پروژه هایی رو شروع بکنن و بیش از در واقع اون نیازهای عادی روزمره میشه. خب خانواده های دیگری رو میتونید ببینید اینجا، مجددا از بوروندی، رواندا، آمریکا، چین، بورکینافاسو، ویتنام، فیلیپین، اوکراین. البته یه نکته بگم، معنیش این نیست که اگر شما مثلا اینجا یه خانواده رو در هند دارید میبینید که درآمد ماهانش 30 دلاره، یعنی مثلا هند کشور فقیریه یا بقیه هم همین درآمدو دارن، یا مثلا اگر که یه نفر در سریلانکا درآمدش بالاست اونجا بالاست. اینجا بیشتر از اینکه اسم اون کشور مهم باشه، در واقع خود این خانواده هند که مهمن. در واقع شما میخوای بدونی که درآمد ماهانه 900 دلار یعنی چی، نگاه کن به این خانواده، به خاطر اینکه رنگ و لعاب زندگی ها بیش از هر فاکتور دیگری به درآمد ماهانه بستگی داره. میخوای بدونی که درآمد ماهانه 30 دلار یعنی چی؟ یعنی این زندگی. لباس ها رو نگاه کن، مثلا نوع پوشش آدم ها، نوع مثلا کیفیت لباس هاشون، دستبندی که این خانم در دستش داره. به همین شکل میتونید موارد بیشتری رو ببینید، مثلا کیفیت خونه این خانواده در تانزانیا. یه پله بالاترش میبینید کیفیت خونه بهتر شده، بهتر میشه و این خانواده‌ای که مثلا در مکزیک هستن با 6000 دلار درآمد ماهانه، خب خیلی درآمد خوبی حساب میشه. من خیلی واقعا این وبسایت رو دوست دارم به خاطر اینکه میتونه به آدم‌هایی که اهل سفرهای طولانی در کشورهای مختلف نیستن دید بده. ببینید برای خیلی افراد این امکان وجود نداره که بیان سفر بکنن به جاهای مختلف و بعد تازه سفر هم نه سفر یه هفته‌ای، نه سفر دو هفته‌ای، سفری که بتونی اون قالب و کلیشه رو بشکنی و بری توی دل زندگی‌ها. چون بعضی افراد من برای برنامه ممکنه برن به یک سفری، اونم عمدتاً ممکنه به سفرهای خاصی باشه، مقاصد گردشگری خاصی هست که امکان سفر براشون برای معمول ایرانیان وجود داره، بعد تازه اونجا هم با یه تور همراهن، توی مثلا هتلن، میرن یه سری جاهای توریستی رو میبینن، رستورانهای توریستی، همه چی از قبل پیش بینی شده و خب این اون مقاصدی که مد نظر ما هست برای اینکه واقعیت‌های زندگی دیگران رو ببینید رو فراهم نمی‌کنه. اما این وبسایت اون خلع رو پر می‌کنه. ببینید مثلا این خانواده در سومالی حدود 30 دلار، یه پله بالاترش میشه حدود 2300 دلار، میبینید یه مقداری زندگی بهتر شده، یه پله بالاتر حدود 800 دلار و بالاتر از اون میتونه چند هزار دلار در ماه باشه که خب دیگه یک چهارم ثروتمندان کره زمین رو تشکیل میده. خب حالا نکته جالبی که در این وبسایت وجود داره، من میخوام یکی از مؤلفه های دیگر زندگی ها رو ببینم. ببینید اینجا الان فامیلیز انتخاب شده بود، مثلا من میخوام ببینم که تخت خواب های مردم دنیا چه شکلیه، بدز رو انتخاب میکنم. اوکی، در سطح اول اقتصادی تخت خواب ها رو میبینید، سطح دوم، سطح سوم، سطح چهارم. ببینید هر قدمی که میریم جلوتر میبینید یه پله انگار که داره زندگی شیک و پیکتر میشه، یه مقداری راحتتر میشه، تمیزتر میشه، در نتیجه بهداشت بهتر میشه. بریم تصاویر بعدی، مثلا در بوروندی، پاکستان، مکزیک، چین و عددها رو دقت کنید. ببینید حدود 30 دلار، 250 دلار، 900 دلار، 10000 دلار. 30 دلار، 250 دلار، 900 دلار، 10100 دلار. و خب میتونه کشورهای مختلفی در واقع سطح‌های اقتصادی مختلف ببینید. یه نفر در هند ممکنه جزء سطح 4 باشه، یه نفر در هند سطح 1 باشه. در ایران خود ما هم همینطور هست. بعضی افراد
ممکنه در سطح 2 باشن، بعضی افراد سطح 3 و بعضی افراد سطح 4. ولی خب اینکه شما به عنوان کسی که الان دارید این ویدیو رو میبینید شبیه کدوم سطح هستید، این رو خودتون باید قضاوت بکنید. معمولا اکثر افراد در ایران شبیه سطح 3 هستن، یعنی این ستون. حدود مثلا 800 دلار در ماه به صورت میانگین. از روی ظاهر در واقع این زندگی ها میتونید اینو تشخیص بدید. افرادی هم هستن که جزء سطح 4 هستن، افرادی هم هستن که سطح 2 هستن. حالا ممکنه مثلا اون کسایی که جزء سطح 2 هستن در ایران احتمال اینکه این ویدیو رو ببینن کمتر باشه، به خاطر اینکه به هر حال اینترنت مناسبی لازم هست، لپتاپی لازم هست و خب شاید این افراد سطح 2 خیلی امکانش نباشه و بیننده های این ویدیو احتمالا بیشتر سطح 3 و حتی 4 باشن، به خاطر اینکه این در واقع دغدغه ها که بریم بگردیم مثلا ویدیوهای جالبی ببینیم اطلاعاتمون رو زیاد بکنیم، معمولا لازمش اینه که تو خیالت از یه سری مشکلات در زندگی راحت باشه و خب به هر حال کسایی که درآمد نسبتاً بالاتری داشته باشن یا رها شده باشن از اون دغدغه‌های اولیه بیشتر فرصت این کارا رو دارن. خب باز می‌بینید در کشورهای دیگه، هایتی، فیلیپین، چین، چک. خب حالا بریم سراغ چند تا عامل دیگه. مثلا دست‌ها، ببینید هر چیزی رو شما بخواید اینجا می‌تونید پیدا بکنید. مثلا دست آدما چه شکلیه؟ ببینید توی سطح‌های اول و دوم دست‌ها خیلی دست‌های کار کرده و سختی کشیده ایه. تو سطح 3 و 4 اون دست لطیف و نرمیه که خب به حال زیاد از اون دست استفاده نشده، کار کشیده نشده. ببینید مثلا اینجا، ببینید این دست شخصی در بورکینافاسو، میبینید که چقدر مجبور بوده با دستش کارهای سختی انجام بده. این دست رو میبینید پایین تر از اون، ولی خب طبعا مثلا این دستی که در اوکراین هست اینطور نیست و حتی تازه یک انگشتر هم اضافه شده بهش. اگر وقت زیادی رو توی این وبسایت بگذرونید میتونید از روی، ببینید دندون ها مثلا، میتونید وقتی که یعنی کافی شما یک آدمی رو ببینید فقط دستش رو ببینید چجوریه، میتونید حدس بزنید که در چه شرایط رفاهی بزرگ شده. مثلا دندون ها رو ببینید، دندون راستش یک داستان جالبی داره و نکتهش اینه که خیلی از مسائل هست که وقتی شما درآمدت بیشتر میشه کیفیتش بهتر میشه. مثلا شما هرچی درآمدت بیشتر بشه احتمال در واقع زنده موندن در اثر بیماری ها بیشتر میشه، در نتیجه عمر متوسط در جامعه زیاد میشه. حالا بعضی موضوعات هست که یه مقداری از این روند عادی خارجه، مثل دندون، کیفیت دندون آدمو. در سطح اول اقتصادی دندون ها نسبتا سالمن، خیلی مشکل ندارن، ولی در سطح دو اتفاقا مشکلات دندون زیاد میشه. چرا؟ چون خانواده ها درآمدشون جوریه که میتونن مواد قندی بیشتری بخورن، دندون آدم احتمال این که در معرض چیزهای قرار بگیره و بخواد پوسیده بشه و مشکل پیدا کنه بیشتر میشه، ولی بعد یه لول بالاتر دیگه چون نگهداری ها و رفتن پیش دکتر دندانپزشک و نمیدونم ارتودنسی و همه اینا بیشتر میشه، خب کیفیت دندون ارتقا پیدا میکنه. میبینید مثلا چیدمان دندان ها کنار هم یا دندون هایی که افتادن ممکنه پوسیده شدن، کشیده شدن و دیگه به جای اون ایمپلنتی انجام نشده. خب اینها مثال ها، یعنی من از شما خواهش میکنم که حتما خودتون از این وبسایت استفاده بکنید، حتما خودتون بیاید مثلا چیزهای مختلف رو ببینید، مثلا توالت، هر چیزی که حالا فکرشو بکنید میشده ازش عکس برداری کرد اینجا عکاسی شده. ببینید این وضعیت دستشویی ها در سطح اول، سطح دوم، سطح سوم، سطح چهارم. ببین این خانواده که اصلا اومده
تزیین کرده دستشویی. خب نکته اینه واقعا، یعنی بعضی از دوستان براشون این چیزها عجیبه، یعنی نمیدونن که واقعا یه بخشی از مردم زمین، این سطح یک تقریبا 1 میلیارد نفر اینجا زندگی میکنن، سطح 2 تقریبا 3 میلیارد نفر توش زندگی میکنن، سطح 3 2 میلیارد نفر و سطح 4 1 میلیارد نفر. یعنی اکثر مردم در سطح 2 و 3 هستن، اما به هر حال 1 میلیارد نفری که دارن در سطح اول زندگی میکنن تعداد پایینی نیست. این افراد معمولا یکی از مشکلاتشون مشکل دستشویی سالم هست. خب حالا بذارید آشپزخونه رو نشون بدم. آشپزخونه هم مورد جالبیه به خاطر اینکه با در واقع افزایش درآمد ماهانه کیفیتش تغییر میکنه. ببینید در سطح اول نوع آشپزخونه ها چجوره، سطح دوم، سطح سوم و سطح چهارم. در واقع اینجا میتونید ببینید مثلا گاز داشتن از سطح 2-3 شروع میشه، یا مثلا داشتن یه یخچال در سطح 3 اتفاق میفته. در سطح 4 که مثلا شما میبینید که دیگه تمام لوازم هست، ماکروویو هست، هود هست، ماشین ظرفشویی هست. دلیلش هم اینه که آدم ها بهینه خرید میکنن دیگه، اینطوری نیست که اون کسی که در سطح اول داره زندگی میکنه بره به زور یه یخچال بگیره در حالی که برق نداره و اصلا چجوری پولش برسه که اون یخچال رو بگیره. یا گاز به نسبت هزینه بیشتری میبره تا اینکه بخواد از زغال استفاده بکنه، خب اون ترجیح میده که از زغال برای پختن غذا استفاده کنه. آشپزخونه ها خیلی به نظر موردهای جالبی هستن واسه اینکه سریع بتونی متوجه پیشرفت اقتصادی خانواده ها بشی. خب من دوستان زیادی رو خودم میشناسم از دوستانم که در ایران زندگی میکنن واقعا جز سطح 4 هستن بی تعارف. حالا ممکنه خودشون خیلی ناراضی باشن از زندگی، فکر کنن که خیلی خیلی مثلا مشکلات دارن و اینا، ولی خب ظاهر زندگیشون که میبینی شبیه سطح 4 هست. یا دیگه اکثریت افراد در سطح 3 هستن دیگه، افراد خیلی خیلی کمی هستن در سطح 2 و 1، شاید یه چیزی در حد 1% در سطح 1 شما میتونید پیدا بکنید در ایران، احتمالا در بعضی روستاها، بعضی مناطق کمتر برخوردار، که البته چقدر خوبه که ماها اصلا مستقل از دولت و برنامه های عمومی نمیدونم کمیته امداد و اینا، ما خودمون اگر افرادی رو میشناسیم و میدونیم که در وضعیت زندگی خیلی خیلی سختی هستن، کمک هایی برای اونها تامین بکنیم. مثلا میشه چند تا خانواده با همدیگه کمک بکنن، مبلغی رو جمع بکنن و یک مثلا کمک اولیهی به یه خانواده بدن، اینا میتونه خیلی کمک بکنه. یعنی یه خانواده که خیلی فقیره اگر که بتونه یه کمک اولیه، حل اولیه بهش داده بشه، میتونه خودش میتونه پیشرفت بکنه، خودش میتونه تغییراتی در زندگیش ایجاد بکنه که دیگه بعدن از اون فقر شدید خارج بشه. این نکته ایه که بعضی از دوستان اطلاع ندارن. حالا اگر سرچ بکنید مطالب بیشتری در موردش هست در پژوهش‌هایی که انجام شده. خب یه چیز جالب دیگر رو بگم، این که اگر پول داشته باشم اون چیز بعدی که قصد دارم بخرم چیه؟ خب میبینید در ستون اول داره میگه که تخت خواب میخوام بخرم یا میخوام تلویزیون بخرم، اینجا تبدیل شده به موتور یا چرخ خیاطی. چرخ خیاطی میتونه خب به لحاظ اقتصادی خیلی کمک کننده باشه اینجا. بعدی داره یه ماشین رو میگه، موردهای بالاتر هم خب میبینید که ممکنه یک موبایل هوشمند باشه، یک یخچال پیشرفته باشه. لباس مدرسه است اینجا مثلا، این آخری میبینید که یه کولر خیلی با کیفیت هست. خب یه نکته دیگه، آرزوی چه چیزی رو در ذهنم دارم؟ آرزوی داشتن چی رو دارم؟ آرزوی داشتن یه دستشویی، آرزوی داشتن یه خونه، یه آه من
یه ماشین خاص یا یه دکوراسیون خیلی عجیب غریبیه که دوست داشتم بخرم گرون بوده. میبینید؟ خب شما میتونید از این وبسایت استفاده کنید، نگاه کنید ببینید آرزوهای خودتون چیه، چیز بعدی که میخواید بخرید چیه، آشپزخونهتون چطوریه و حدودی میتونید متوجه بشید که کجای این در واقع خیابان دارید زندگی میکنید. یه نکته هم بگم، من سال گذشته بود یا یکی دو سال پیش بود که بار رفتم بانک مرکزی اونجا، یکی از دوستانم، یعنی یه دوستی که به من در واقع معرفی شده بود، اونجا کار میکرد، کار پژوهشی میکرد در مورد وضعیت فقر در ایران و نقشه فقر در ایران رو روش کار کرده بودن. خب من خیلی برای خودم جالب بود که ببینم که در ایران این داده ها چجوری سنجیده میشن، چجوری درآمد خانواده ها تخمین زده میشه. و نکته جالبی که از اون دوست شنیدم که در واقع پژوهشگر این موضوع بود، این بود که به لحاظ تکنیک های اقتصادی که پیاده میشه، اگر بری از آدم ها بپرسی درآمد ماهانت چقدره، معمولا نتیجه خوبی نمیگیری، خود به خود عدد کمتری گزارش میشه. ولی اگر بری بپرسی هزینه ها چطوره، اونم با روش های دقیق میتونه بهتر باشه. مثلا میگن که آقا دقیقا به من بگو که توی این 24 ساعت گذشته چقدر نون خریدی، چقدر برنج خریدی، چقدر فلان خریدی، و اینا همه رو میپرسن، همه چیزایی که ممکنه به ذهنتون خطور کنه. با اینا تخمین میزنن که این آدم در ماه چقدر در واقع هزینه داره و از روی این تخمین میزنن که درآمدش چقدره. به خاطر اینکه یه موقع اومدن هزینه ها رو حساب کردن، درآمدها رو هم رفتن پرسیدن، دیدن درآمد همه پایین تر از هزینه هاشونه. خب نمیشه که همه درآمدشون پایین تر از هزینه هاشون باشه. نشون میده که آدما معمولا درآمدهاشون رو دست پایین میگیرن. همه ما همینطوری هستیم دیگه. مثلا ممکنه یک درآمدی دارن از یک زمین کشاورزی، اونو حساب نمیکنن. یا مثلا حقوقشون رو وقتی میخوان حساب بکنن، چیزایی که از حقوقشون کم شده، با اینکه با اونایی که کم شده به هر حال رفتن چیز میز خریدن دیگه، اونو حساب نمیکنه. به خاطر همین واقعا در عمل به لحاظ تکنیکال اگر شما بری سراغ هزینه ها، خیلی راحت تر میتونی تخمین بزنی سطح زندگی ها رو. حالا یه راه دیگهش که اینجا بصری شده اینی که بری ببینی که اون آدم چیا خریده قبلا، خونه داره، ماشین داره، موبایل داره، چی داره دیگه. این میتونه تخمین خوبی باشه از زندگی افراد. امیدوارم که این وبسایت براتون مفید باشه. میتونید وارد این وبسایت بشید، gapminder.org $street. من زیر ویدیو آدرسش رو هم میذارم. میتونه دید خوبی بده به شما برای اینکه بدونید در چه دنیایی داریم زندگی میکنیم.